بعد از خبر بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام به شما به برنامه بعد از خبر خوش آمدیم حد که حرمت سویدن به ساحت مقدس کلام الله مجید موجب خشم گسترده و انزجار وسیع مسلمانان در سراسر جهان نسبت به این اقدام قرآن ستیزانه و اسلام حراسانه شد بسیاری از کشورها در برابر بسیاری از کشورهای اسلامی در واقع در برابر این جنایت واکنش در خور نشان دادند حضرت آیت الله العظما سیستانی با فرستادن نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار جلوگیری از این اقدام شد که موجب واکنش دبیر کل سازمان ملل متحد شد و همینطور کشورهای عربی و اسلامی و از جمله ایران با خودداری از اعزام سفیر به سویدن مراتب اعتراض خودشان را نسبت به این موضوع نشان دادند و قرار است بزودی یک نشست استراری هم از طرف سازمان کنفرانس اسلامی در عربستان احتمالا اگر اشتباه نکنم برگزار شود که اینها همه نشان دهنده یک صدایی دنیای اسلام در برابر جنایت غرب و به ویژه سویدن در برابر قرآن کریم است در برنامه بعد از خبر امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین المسلمین جناب استاد عبدالعزیز عظیمی استاد دانشگاه و کارشناس امور اسلامی و همچنین پژوهشگر دینی هستیم برای واکاوی و تحلیل و حلاجی بیشتر این موضوع سلام عرض میکنم کنم حضرت خیلی خوش آمدید سلام علیکم و رحمت و الله که حرمت قرآن کریم در سویدن همچنان که شما مسازر هستین با مجوز رسمی پلیس انجام شد و این اقدام حمل شد بر احترام به آزادی بیان چیزی که اونا مثلا خیلی بوری جدی میگیرن این چقدر میتونه قابل توجیه باشه آیا آزادی بیان متضمن تجاوز به مقدسات نزدیک به دو میلیارد مسلمان باید باشد ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی کارمندان محترم تلویزیون خوب تمدن و تمامی بیننده های عزیز و تقویه عمل زشت و نوجوان مردانه که توسط یک سویدی عراقی الاصل عملی شد عملی که باعث جریهدار شدن ازهان بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان در سراسر عالم گردید و با این شد جهان اسلام در برابر او از خودشان واکنش نشان بدهد بنده باورمند هستم که یکی از مهمترین علل و عوامل چنین عمل زشت و ناجوان مردانه اثرات مثبت یا گسترش منطق قرآن در بین جامعه بشری است چون قرآن روز به روز دائره حاکمیتش بر قلوب بیشتر میشه و از حان نسل جوان امروز که نسل پویاست و دنبال کشف حقایق و واقعیت هاست را به خودش مشغول نگه داشته است یکی از علل همی میتانه باشه علت دوم در عملی شدن این جنایت اهداف سیاسی است که کشور سویدن دنبال میکنه متاسفانه قرآن سوزی بار اول نیست که در کشور سویدن عملی میشه یک بار سال گذشته دقیقا ماه دلو بود توسط راست پالودان یکی از رهبران راست افراطی دانمارک سویدی عملی شد اونم در برابر سفارت ترکیه و خاطر منافعی که ایشان کشور سویدن دنبال میکرد که وضعیت در ناتو بود و این بار با مجوز رسمی که پلیس داد البته در مراحل اولیه مخالفت صورت گرفت بعد گفتند که خب قانون اساسی سویدن اجازه داده قرآن سوزی میتونه در قالب آزادی بیان یک عمل به اصطلاح قانونی باشه و این اجازه ای عمل زشت داده شد و توسط یک عراقی الاصل سوئیدی این جنایت در مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم صورت گرفت و در واقع مسلمان ها را و جامعه اسلامی را به سخره گرفتن و اهانت به ساحت مقدس قرآن از این مشعن شد دلیلش همینه که خدمت شما عرض کردم اثرات مثبت قرآن در شرایط امروزی شک نیست که حساسیت ها و کینه های برخواسته از پیشرفت منطق قرآن در بین جوامع غربی و در رأس اونها بعضی از افراتیونی که در دنیای غرب دارن زندگی میکنن و برنامه های خاص خودشان تعقیب میکنن یکی از دلایلش میتونه ای باشه که قرآن داره اینها رو مجاب کرده اینا رو نظر منطقی و یک شکست مفتزهانه روبرو ساخته است مرحوم علامه اقبال لاهوری یک شعری داره در قسمت خیلی زیباست ایشان میفرماید که نقش قرآن چون که در عالم نشست نقش های پاپ و کاهن را شکست این همین شکست هست که اینها را به عکس عمل زشت و ناجوان مردانه میکنه میگه گو فاش گویم آنچه در دل مزمر است این کتاب نیست چیز دیگر, دیگر است چون که در جان رفت جان, جان دیگر, دیگر شود. شود جان که دیگر شد جهان دیگر شود. دیگر شود ای بسا قومی که زو شدن زنرسن قومی درونی چه, چه, چه شدن این به این معناست که قرآن داره در جهان غرب برای خودش جایپا باز میکنه و دلها را تسخیر میکنه و اثرات سویی و فکر و اندیشه نسل جوان اروپایی امروز داره و این عکس العمل ها را تشدید میکنه, میکنه با توجه به اینکه حتی که به قرآن با حمایت و همراهی پلیس سویدن صورت گرفت بر اساس او مجوزی که صادر شد آیا این اقدام را ما باید در قالب رفتارشناسی فرد عامل این جنایت بررسی بکنیم یا فراتر از او در چارچوب یک راهبرد کلان دولت‌های غربی مبتنی بر اسلام ستیزی و اسلام حراسی باید مورد تحلیل بررسی قرار بگیرد شک وجود نداره که اصل برنامه برنامه عمومی غربی است بله. غرب در مجموع دنبالی هستند که از هر وسیله ممکنه برای پیشرفت اسلام و اندیشه دینی مانع ایجاد بکنند برای تسخیر قلوب جامعه غربی توسط قرآن عظیم و شن مانعی را ایجاد بکنند اسلام حراسی یا قرآن ستیزی به عنوان یک استراتژی کلان و بلند مدت توسط دولت های غربی مد نظر بوده و همیشه در قالب های مختلفی به اصطلاح عملی شده اما یک یک فرد می این عمل را انجام بده این سو استفاده یا استفاده ابزاری از یک فرد عامله یک فرد که داره در آتش عصبیت و افراطیت میسوزه و به خاطر همو کینهی که به دل داره نسبت به اسلام نسبت به قرآن نسبت به اندیشه دینی به عنوان یک ابزار در اختیار سیاست کلان کشورهای غربی قرار میگیره و از او استفاده ابزاری میشه کشور سویدن دقیقا در طول دو سال مرکز چنین جنایتی در بین جامعه اسلامی معرفی شده و بوده و حرکت که پالودان انجام داد یک سال قبل اونا دنبال منافع سیاسی خودشان بودن در مقابل سفارت ترکیه جنایت انجام شد چرا؟ چون ترکیه مخالف عضویت کشور سوید یا کشور سویدن به ناتو, سو... بود بر. و امسال هم دقیق در ایام مراسم حج در او زمانی در روزی که چیزی در حدود پنج میلیون انسان مسلمان بر محور خانه خدا میچرخند و با شعار لبیک اللهم لبیک دارن شعار اصلی دین را که همون توحید و یکتا و شکلگیری جامعه آزاد جامعه مترقی جامعه مرفه جامعه ای که دور باشه از مجموع دغدغه ها و نگرانه های فکری ذهنی اندیشه‌ای و دینی این را شعار میدادن در چنین یک روزی چنین جنایت توسط یک فرد افراطی داره عملی میشه این در واقع برای مسلمان ها یک پیام خوبی داره یک پیام ارزشمندش اینه که مسلمان ها ارزش قرآن را بفهمید ارزش مراسم حج بفهمین دشمنان اسلام و دشمنان قرآن سخت از آدرس وحدت شما اتفاق شما از آدرس مراسم های عبادی که بر محور انسجام داره عملی میشه مناسکی که بر محور وحدت داره عملی میشه سخت ناراحت هستند و سخت نگران هستند چون اونا فهمند که اگر هم مسیر ادامه پیدا بکنه مسیر انسجام و وحدت ادامه پیدا بکنه و مسلمان ها به هم برسن حرف اول در جهان بشریت قرآن میزنه و حرف اول جامعه اسلامی میزن بینان میتر میخوایم عرض بکنم خدمت شما و بینندگان محترم که از ستر و برنامه طرح دولت های غربی است که از افراد خاصی به عنوان ابزار استفاده میشه همچنان که شما اشاره فرمودین بسیار از تحلیلگران هم دقیقا همین دیدگاه هم مطرح می که در واقع این اقدام مبتنی بر روی کرده کلی و استراتیجی که غرب برای اسلام سیتیزی و اسلام حراسی هست اما در اسلام حراسی رایج در غرب این پرسش فکر میکنم که قابل تعمل هست که در اسلام حراسی رایج در غرب کدام یک از گزینه هایی که من خدمت شما عرض میکنم بیشتر به عنوان عامل این پروژه نقش آفرینی می یکی جلوگیری از موج اسلامگرایی که شما به اشاره فرمودین دو فرافکنی بحران های داخلی و سه حفظ سلطه جهانی غرب که اخیرا به شدت متزلزل شده میخوایم عرض بکنم که هدف اصلی حفظ سلطه جهانی غرب است ده. غرب دنبال ایست که سلطه خودش را بر جهان بر جهان بشریت حفظ بکنه و به عنوان کتخدای خدای عالم هستی نقش بازی بکنه چالش هایی که فراروی سلطه فعلا رونما شده و داره قد علم میکنه یکی از مهمترین چالش ها چالش اسلامگرایی در غرب هست امروز ما شاهد هستیم که در دنیای غرب نسل جوان بیشتر متمایل به دین مقدس اسلام هستند و هر روز دائره حاکمیت دین دین مقدس اسلام در دنیای غرب داره وسیع میشه گسترش پیدا برخلاف میکنه برخلاف سرمایه گذاری هنگفت مادی و معنوی و تبلیغاتی و رسانه‌ای که در مخصوصا 20 سال گذشته غرب برای اسلام حراسی و اسلام ستیزی انجام داد همین دقیقا همین قسمه بره. یعنی داره غرب تلاش خودش میکنه سرمایه کرده برنامه های وسیع هم داره پلان در از مدت هم داره برای حفظ سلطه بر جهان بشری بله. ولی چالش هایی که فراروی سلطه خودخواسته غرب فعلا قرار داره یک از مهمترین این چالش ها چالش اسلام است. بله. چالش دوم چالش مشکلات داخلی کشورهای غربی است بله. یعنی در واقع جهان غرب دولت هایش مواجه هست با مشکل درونی با چالش های درونی که اون برخواسته از خواسته های مردم ها و مردمی که در غرب زندگی میکنه با توجه و تکیه بر این که ارزشی و اساسی اونها را دولت رفاهی تشکیل میدهد و در عین حال با شعار آزادی بیان داره جنایت ها را اینا عملی میکنن به این جهت چالش دوم که فراروی حفظ سلطه در غرب قرار داره و وجود داره همین مشکلات داخلی به درونی است به این جهت به خاطر حفظ سلطه مثل چه اکنون در فرانسه جریان در فرانسه جریان داره ده. که ما شاهد یک تظاهرات بسیار وسیع و گسترده هستیم و این باعث شده که دنیای غرب احساس خطر بکنه برای که فرافیگنی بکنه از هان غربی ها را از مشکلات داخلی دور بسازه یعنی یک چیز ایجاد میکنن یک سحنسازی میکنن تا ذهنیت ها را نسبت به اسلام نسبت به جامعه اسلامی نسبت به قرآن مقدس ذهنیت ها را بدبین بسازند و یک حراف ذهنی ایجاد بکنن و از این طریق از پیشرفت اسلام و از پیشرفت حاکمیت قرآن و حاکمیت دینی جلوگیری بکنن بله دقیقا همینطوره حالا این اقدامات میتونه کمک بکنه به غرب که سلطه خودش حفظ بکنه تا حدی که تجربه شده نتیجه به عکس بوده هرچی آره هر چی اینا بیشتر آمدن علیه اسلام جبهگیری کردن هر چی آمدن جنایت انجام دادن به عنوان مثال حرکت سال گذشته راسموس نتیجه به عکس بود سوئدی ها دنبال این بودن که عضویت ناتو را به دست بیارن یک اهرام به فشار بالای ترکیه وارد بکنه دقیقاً این عمل نتیجه عکس شد من به با این باور هستم که به هر اندازه‌ای که غرب با, با این روش و با این استراتژی بخواد علیه اسلام برنامه ریزی بکنه عملیاتی بکنه پلان های خودش را نه تنها نتیجه مثبت نمیگیره که نتیجه نتیجه منفی میشه چون زینه ها را به یک شکلی غیر مستقیم وادار میکنه به مطالعه و تحقیق نسبت به ارزش های دینی نسبت به پیام های قرآنی و این باعث میشه که نسل پویای این دوره معاصر به دنبال کشف ارزش های دینی و ارزش های اسلامی از آدرس قرآن راه بیفتند و به دنبال او حرکت بکنند. دقیق نتیجه عکس میشه غربی ها دنبال این هستن که سلطه خودشان را بر جهان بشریت حفظ بکنن و جلوی پیشرفت اسلام و قرآن را سد بکنن اما این عمل ای نتیجه عکس داره جامعه بشری نسبت به اسلام حساس تر میشه نسبت به آموزه‌های های قرآن حساس میشه و ای باعث میشه که روز به روز حوزه حاکمیت قرآن و منطق قرآنی گسترش پیدا بکنه و وسیع شود نتیجه به عکس خواهد بود ما به صورت نمونه و میدانی موارد زیادی داریم در غرب که کسانی از شهروندان غربی در کشورهای مختلف بعد از اینکه در معرض تبلیغات ضد اسلامی و اسلام هراسان قرار گرفتن این سوال برشون پیدا شده که اسلام چیست چه چی پیامی داره و از همونجا تحقیقات خودشون را در مورد اسلام آغاز کردن در نهایت این تحقیقات منتهی شده به مسلمان شدن خودشان بله, بله. بسیار خوب ابزارهای مورد استفاده در اسلام حراسی چند چیز هست یکی بزرگ نمایی جنایات منتصب به مسلمان ها بله. مثل جریان های رادیکال و تروریست و دوم دیپلماسی فشار بر جوامع اسلامی مثل وضع تحریم و امثال اینا و همینطور تقویت همسویه های غربی مخصوصا در کشورهای وابسته به نظام سلطه بعضی از کشورهای عربی و امثال اینا صحبتی است که وقتی اونا این اهرم های فشار را در اختیار دارن آیا اس دنیای اسلام جهان اسلام نمیتواند در خصوص جنایات غربی ها که کم هم نیست یک چنین روی کردی را در پیش بگیرند و مقابله به مثل بکنند و در نهایت اهداف و طرحهای شوم و شیطانی اونا را خونسا بسازند مهمترین ابزار استعماری مدرن در شرایط امروزی و در دوره معاصر همین چیزهایی است که جناب علی مطرح کردیم به عنوان مثال ابزار تقویت و حفظ سلطه و تقویت بنیه های سلطه در جهان سوم مخصوصا کشورهای اسلامی یکیش همین سیاست فشار باید. سیاست فشار که ما و شما شاهدش هستیم در کشورهای اسلامی از ابزارهای مختلفی اینا دارن استفاده میکنن همونطور که حضرت علی فرمودین تحریم اقتصادی به عنوان یک سیاست فشار سیاست فشار حد اکثری بر برخ از کشورها مثل کشور افغانستان که فعلا تحت از این سیاست قرار داره و این سیاست فشار حدی اکثری علیه جامعه اسلامی ما داره اعمال میشه اینه که از ابزار استعمار مدرنه ابزار دوم این است که اینا در تلاش هستند که دولت را در جوامع عقب مانده در جوامع انکشاف نیافته مخصوصا در جوامع اسلامی ایجاد بکنن و با وجود بیارن که همسو با سیاست غربی ها عمل بکنن یعنی طور اینا برنامه ریزی میکنن طور موره ها را عوض میکنن طور چیدمان دارند در قسمت شکل دهی نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی که اگر بتوانن افراد وابسته به خود نهادهای وابسته به خود را که همسو با غربی ها باشه اینجا جا بکنن در واقع یک توفیق بر اینا به حساب میه این هم یکی از یکی از ابزار استثمار یا استعمار مدرن به حساب میه و همچنان در تلاش هستند که جامعه اسلامی را کشورهای مسلمان را به تو سوی تشتت و پراکندگی بلید. و چندگانگی در قسمت سیاست های مداخله جویانه و سیاست های استعماری خودشان ساق بدهند و جامعه اسلامی را از همدیگر دور بکنند بله. در واقع دنبال ایجاد یک شکاف جدید هستند بین بله. امت اسلامی این در حال است که مسلمان ها و جوامع اسلامی میتونن با درک واقعیت ها و شناسایی ابزار استعمار مدر دقیقا در مقابل پلان ها و برنامه های غربی ها عکس نشان بدهند موزی سیاسی داشته باشند فشار حد اکثری به جایی نمیرسه من متیقین هستم جامعه اسلامی یا جامعه سرسختی از جامعه صبوره جامعه که هرچی بیشتر تحت فشار قرار بگیرن بیشتر قدرتمند و توانمند میشن مم. نشانه های زیادی داریم ما در داری قسمت مم. همچنان دولت های همسویی که اینا شکل دادن و به وجود آوردن عمرش بسیار کوتاه جامعه اسلامی نار شناسایی میکنه در مقابل اینها عکس عمل نشان میدهند اما روحیه دینگرایی و پابندی به ارزش های دینی جامعه اسلامی را نسبت به غرب زدگی حساستر میسازه و امت های اسلامی نار شناسایی می و سعنه کنار میزنن. پس می یک موضوع دیگه و اون موضوع که خیلی من از این ناحیه احساس خطر می‌کنم و بعض قضای اتفاق می‌افته افته را تبدیل به یک واقعیت کرده چندستگی امت اسلامی است متاسفانه در این بخش این سیاست های یک مقداری مؤثر بوده یک مقدار اثرات داشته اکسالعمال هایی که فعلا ما و شما همین بعد از اید قربان و بعد از این جنایت در دنیای اسلام دیدیم گرچه یک عکس عمل متناسب بود عکس عمل خوبی بود جهان اسلام در مجموع عکس عمل نشان دادن نسبت به این قضیه نسبت به این جنایت اما یکسان نبود ما یکسانی عکس عمل را ندیدیم هر کس به یک شکل عکس عمل نشان داد در حالی که ایجاب میکنه امت اسلامی با درک شرایط امروز با درک مسئولیت های دینی و شرعیشان یک پارچه هماهنگ در برابر جنایت عکس عمل نشان بدهند عکس عملی که باستاد دهنده انسجام درونی و امت اسلامی باشد متاسفانه در این راستا غرب درست. یک مقدار موفقیتی داشتند آخرین پرسش هم مطرح می خدمت شما حضرت استاد که برای مقابله با اسلام حراسی غربی چراهایی وجود دارد تبیین های صلح دوستی اسلام با ترد جریانهای حراسفکن توسل به های فشار سیاسی انرژیک بر دنیای غرب و بهدت اخو و اخوت دینی و درونی مسلمانان چقدر میتونه در این مورد راه و موثر باشه؟ در برابر استراتژی موجود و جنایت هایی که داره اتفاق میفته علیه جهان اسلام امت اسلامی در مجموع و دولت های اسلامی میتونن با استفاده بهینه از وضعیت موجود و تبدیل تهدید به فرصت یعنی اینا دارن ما تهدید میکنن مم. دارن علیه ارزش های ما اقدام جسورانه و نوجوان انجام میدهن تا اینکه که امت اسلامی را جامعه بشری نسبت به اسلام بدبین بسازند و با سیاست اسلام حراسی وارد میدان شده ما میتونیم از طرق مختلف علیه استراتژی به اصطلاح عکس عمل نشان بدهیم یک راه این همونطور که حضرت عالی فرمودین ما بیاییم ریشه های صلح دوستی را در آموزه های دین مقدس اسلام تبیین بکنه یعنی دانشمندان دینی ما علمای دینی ما قلم بدستان ما اهل رسانه برای راستا وارد عمل بشوند بتوانند با تبیین ارزش‌های های حاکم در جامعه اسلامی همونطور که از نام اسلام معلومه که اسلام دین سلم دین صلح، دین دوستی دین منطق دین حاکمیت ارزش‌های های بشری است از این طریق ما میتونیم که یک سطح بزرگ فراروی استراتژی اسلام حراسی غرب ایجاد بکنیم یک ای رای حل همینه که حضرت عالی بهش اشاره کردیم رای حل دوم که ما از اهرم‌های های فشار سیاسی بهره بگیریم یک سری اصول اصول بین المللی است همونطوری که در منشور سازمان ملل متحد بیان شده است آزادی بیان حد دار است بود تا چی زمان تا چی حد تا چی مرزی آزادی بیان ارزشه تا همون مرزی که به آزادی دیگران لطمه وارد نشود آزادی دیگران را سلب نکنه ارزش های دیگران را مورد حتی که قرار ندهد لگد مال نکنه تا اینجا آزادی بیان یک ارزشه. اما وقتی یک کسی با استفاده از آزادی بیان آزادی بیان را سلب میکنه مهم. یک احرام سیاسی مهمی میتونه ترقی شود یک قضیه همین دیروز از طریق رسانه ها درس کرد در ایتالیا یک مصویبه جدیدی شد و اون مصویبه ای بود که پلیس جمع دادگاهی که اونجا حاکم است جمع ورزشکارا اینا آمدن فیصله کردن که ازی به بعد یک ورزشکار حق نداره که پیرهن شماره 88 بپوشه چرا مم. چون شماره 88 که برگرفته شده از حرف اچ 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 حرف هشتمه در حروف الفبای انگلیسی 88 یعنی سلام نازی سلام هتلر هلو هتلر باید. چون این در واقع باستاد دهنده هلو هتلر است پس کسی توهینی به یهودیت ورزشکارا حق ندارن که شماره 88 استفاده کن عجیب دنیای غرب اینجا با یک شماره مشکل دارن با شماره 88 باید. یک ورزشکار نمیتونه شماره پیرهن رو بپوشه که شماره 88 پشتش حق شده ولی در اینجا با مقدسات بیش از دو میلیارد انسان اینا حتی کی میکنن توهین میکنن ما میتونیم با عنوان یک اهرم فشار سیاسی علیه سیاست های افرادگرایانه افراد و استراتژی بلند مدت اسلام ستیزی غرب اکثر عمل متناسب نشان بدهیم دقیقا. دولت مردان ما سیاست مداران ما در این راستا میتونن از این فرصت استفاده کنن و این تعدیل را تبدیل به فرصت, فرصت بکنن بقیقا. و همچنان در قسمت فرصت ما رو به اتمام در بقیقا. قسمت آخری خوام از بکنم ما باورمندیم که موضوعات جنایت هایی که داره اتفاق میفته به شکل غیر مستقیم مسلمان ها را تحریک میکنه به یکی شدن جامعه اسلامی را دعوت میکنه به انسجام به وحدت یعنی در واقع ما اگر بتونیم استفاده بکنیم اندیشمندان ما بتونن استفاده بکنن سیاست مداران ما بتونن استفاده بکنن ما میتونیم از این تهدیدات به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم و از حان عامه امت اسلامی قرآن کتاب مشترک بیش از یک میلیارد و 800 میلیون انسان مسلمان هست یک ارزش هست همه بر محور قرآن زندگی خودشان تنظیم میکنن پس وقتی با قرآن اهانت میشه به همه مسلمان ها دهنکجی شده و اهانت شده این میتونه ما را و امت اسلامی را از یک خواب غفلت بیدار کنه که دیگه چیزی به نام گرایش های مذهبی گرایش های قومی گرایش های ملیتی نباید مانع انسجام ما و وحدت ما و اتفاق ما شود اگر مسلمان ها اگر مسلمان همین یک میلیارد و میلیون انسان مسلمان بر محور قرآن وحدتشان را حفظ بکنند با انسجام عملی وارد میدان بشوند نه راسموس پالودان و نه هم مومیکا و نه هم امثال اینها نمیتونن نسبت به اسلام و ارزش های دینی نسبت به قرآن مقدس جرأت دهنکجی رو پیدا بکنن که برد. چنین جرایت را انجام بده هم. خیلی سپاسگزار هستیم حضرت استاد عبدالعزیز عظیمی کارشناس محترم امور اسلامی و پژوهشگر امور دینی بسیار بهره بردیم و آموختیم و خداوند شما را طول عمر با برکت و با عزت اناید بکنم. همچنین دعا کنیم که این اقدامات اسلام ستیزانه و قرآن ستیزانه غربی ها تلنگری شود برای بیداری بیشتر ما و برای همدلی و همگرایی عمیقتر و فشردتر همه مسلمانان در سراسر جهان تا اینکه در نهایت ما تبدیل شویم به قدرتی که به قول حضرت وساد هیچ کسی هیچ دولتی بر اساس هیچ استراتژی و راهبردی جرأت و جسارت دهنکجی به مقدسات و های مانده به خود رانت موفق و باشین خداحافظ شما خیلی ممنون بزن خیلی